سلام سلام به دوستان عزیز فیلمخانه، باز در خدمتتون هستیم با یه فیلم دیگه و بریم ببینیم این فیلم در انتهای شب با حضور خانم دکتر نسترن ادیب‌راد میخواییم بررسی کنیم، چون ایشون مشاور خانواده هم هستن و تخصصی در این زمینه دارن که میتونن به ما بیشتر توضیح بدن راجع به این بخش ماجراش. خب یه تیزر از این قسمت ششم ببینیم و برگردیم پیش خانم دکتر نسترن ادیب‌راد. سلام، ببخشید من پسرم گم شده، میخواستم گزارش بدم. دو روز نتونستی بچه‌مو نگه داری، یه تار مو از سرش کم شه بهنام ولت نمیکنه. پیزانتشو دادم بهت، باورت شده فقط بچه توه؟ من دست از سر تو یکی بر نمیدارم. زندگیمو سوزوندی، زندگی تو میسوزونم. بهنام اینجا چه خبره؟ چی میگی تو؟ چی میگی تو؟ نزنش. مارخ زنه کیه؟ شوهرته؟ با تو؟ ولی خوشم میاد، بیکار نمونده بهنام. مگه من موندم؟ خب خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، خیلی ممنون، افتخار دادید. خب بریم سراغ در انتهای شب. استمون درود بر شما آقای عزیزی، ممنون از دعوتتون و درود و سلام به عزیزان بیننده. ممنون که وقتتون رو میذارین و همراه ما هستین و از شما واقعا تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم میکنین که ما تحلیل های روانشناختی داشته باشیم، چون گاهی وقتا اون چیزی رو که توی فیلم عزیزان ما میبینن خیلی بهتر به دل میشینه و تأثیرش بیشتر از کلاس درس. از این جهت من واقعا استقبال میکنم از تحلیل فیلم هایی که شما زحمت میکشید. آقای دکتر، پیش از اینی که صحبتاتون رو شروع کنید، این همه ما هرس خوردیم سر عفیه تهران که چرا رابطه درمانگر و حالا درمانجو یا مراجعه کننده رو اینطوری نشون میده. یه فیلمی جدیدن دیدم به نام جوجه تیغی که اونم همین بود، اون دیگه بدتر، چون با هم نشون داد که اصلا رفتن عروسی کنن با هم دیگه. و دیگه منم یه برنامه پخش کردم راجع به جوجه تیغی، حالا فرصت کردید ببینید برنامه، چون خود فیلم مهمی نبود دیگه ارزشی اینه که مزاحم وقت شما بشیم نداشت. میدونین که قانونا اصلا اینجا از لحاظ اصول اخلاقی حتی پیشنهاد میشه تا آخر عمر اینا به عنوان، بله اتفاقا از شما نقل قول کردم، گفتم که در این برنامه 5 سال 10 سال رابطه عاطفی نداشته باشن و برای ازدواج هم واقعا با احتیاط اصلا برخورد. آره دیگه، بعد کسی که 10 سال 5 سال حتی ارتباطی اصلا نداشته باشی با یه نفر، مگر اینکه در یه جریان دیگری تصادفی با هم آشنا بشن، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. ولی این توی همین مدت کم برن ازدواج برن بشینن در خلاصه، یعنی منظورم اینه که اونایی که باید بشنون نمیشنون. مفاهیم روانشناسی رو که حالا امیدوارم این برنامه‌های ما تأثیر داشته باشه که لااقل دیگه بعد از این با احتیاط برن سمت این کارها. خب بفرمایید، شما در امتداد شب چطور دیدین؟ بهش میکنم، من برام خیلی جالبه که حالا سینمای ایران یا تلویزیون ایران داره رو میاره به این مباحث، یعنی با 20 سال تأخیر، چون در اینجا تقریبا از 20 سال پیش شروع کردن مباحث روانشناسی و مباحث مربوط به اثر دوران کودکی و مسائل روانشناختی بر زندگی روزمره
فیلم ساختن و اومده بیرون و خوشبختانه ما میبینیم که تو جامعه ما داره مطرح میشه و این کمک میکنه، به هر شکل کمک میکنه که این مفاهیم بیاد توی خونه. این خیلی پوینت خیلی مثبتیه، نکته خیلی مثبتیه که من توی این فیلم میبینم و بسیار عمیق به این مسائل میپردازه. البته باگایی هم داره، همونطور که شما خودتونم حتما اشاره کردین و میکنین. من باگای روانشناسیش رو یکی دو تاشو همون اول میگم، نمیدونم الان بگم بعد بگم، ولی اینی که ما از بک‌گراند بهنام هیچی نداریم و اینی که به هر حال افراد محصول خانوادهشون هستن، ما از بهنام هیچی نداریم، هیچ فامیلی نداریم، هیچ رابطه‌ای نداریم. این مثل این که همونجور از اون وسط، از وسط آسمون اومده شده بهنام تو اینجا داره زندگی میکنه. ببخشید معذرت میخوام، مادرش رو یه جا نشون دادن. آره ولی مجموع بازم گذشتش معلوم نیست. سانسور کردن همون مادره هم که نشون دادن، سانسورش کردن. و بعد اینه که پدرش آیا خواهر برادر نداشته، فامیلی، دوست، هیچی. و یه باگ دیگه روانشناسی من میگیرم که وقتی رسیدیم بهش بهتون، یعنی در واقع میگم در رابطه با ماهی و اتفاقی که در ارتباط با اون آقایی که تابلو اسمشون رو من رضا نه اون که چاقو زد بهش، ها ها، آقای بهبودی بازیگرش، بله بهبودی، بله چاقو زد بهش در حد مرگ و بعدم گفت من با قصد این کارو کردم. آره و بعدم بردش تو بیابون میخواست بندازدش تا این بمیره. بعدم به بهنام گفت من پشیمون نیستم، میدونین اینا نمیخونه. بعدم فراموش شد اصلا، این قسمت از قصه فراموش شد و اصلا انگار اگه این قسمت از قصه نمیبود هیچ اشکالی هم بیش نمیومد. ضمن این که به ما یه سری سرنخ‌ها در مورد شخصیت ماهی میده که بعدها ما این رو توی فیلم نمیبینیم، شاید بعد از این خودش رو نشون بده، من نمیدونم. این شاید یک پوینت، یک نقطه‌ای گذاشته به قول معروف قاصدکیه که ما یه جای دیگه ادامهش رو میبینیم، ولی به واقع این از ماهی یک شخصیت ضد اجتماعی نشون میده. کسی که با خون سردی میزنه یکی رو در حد مرگ زخمی میکنه و بعدم میبردش توی بیابون که اون بمیره با اون وضعیت، با اون وضعیت فلاکتبار، و خیلی خون سرد میگه که من عمدن این کارو کردم. این از یک آدم عادی و طبیعی بر نمیاد و برای من جالبه که بهنام هم از این موضوع میگذره، یعنی راحت، انگار هیچ اتفاق نیفتاده. اون آقام از این موضوع میگذره، خودش هم میگذره، تازه میره تو مهمونی و هیچ جا نمیگه اینجوری شده. کسی که این کارو میکنه اگر که اتفاقی بوده باشه کابوس میبینه، وحشت داره، دائم میترسه، ولی اصلا انگار یک واقعی عادی در زندگیش، مثل مثلا اینکه یه سوسکی رو زیر پاش گذاشته راحت میزه. این مدل برخورد با یک چنین مسئله از این شخصیت سایکوپات برمیاد، شخصیت عادی برنمیاد. یعنی اگر که ایشون ناگهانی تصمیم گرفته و تحت فشار روانی این کارو کرده بود، بعدش اظهار پشیمانی میکرد، ناراحت بود، بعد میرفت دلجویی میکرد، خلاصه دل نمیکرد این قضیه رو. و خودشو بهنام خیلی راحت از این موضوع گذشتن. میگم ما هنوزشون سریال تموم نشده، نمیدونیم شاید یه جایی بهش بپردازه. این دوتا به نظر من خیلی مسئله مهمی. ببخشید خانم دکتر، ما اگه بخوایم از این گافا بگیریم مفصل داره. حالا من گذاشتم اونا وقتی که توی به اصطلاح بحث فیلم نامش بحث کنیم، داره. مهمترین مشکلی که این سریال داره اینه که یه لاگ لاین ما نمیتونیم برای سریال تعریف کنیم، یعنی بگیم این سریال راجب چیست؟ راجب یه زن و شوهره که طلاق گرفتن، راجب چیه؟ این موضوع محوری. به این خاطر تقریبا هر قسمتش یه ماجراهای پیش میاد که تو قسمت بعد اصلا تأثیرات و افکت خودش رو نمیذاره. آره همین چیزی که شما فرمودید یه نمونه خیلی بارزش بود و نمونه های دیگری هم میشه اسپورت از اینی که چه گاف های فیلمنامه‌ای داره. حالا بفرمایید. چون من چون از لحاظ روانشناختی واقعا این رو دیدم که نمیتونه یه شخصیت این مدلی باشه و بعدم مثلا بعدم راحت بچه رو بهش بسپارند و کاستودی بچه رو بدند و سرپرستی بچه رو واگذار کنند و پدر راضی بشه که این سرپرستی واگذار بشه.
با یک چنین مادری که یک چنین چیزی ازش بیرون اومد و این رفتار اگر اینجوری زده بیرون، خب جای دیگه هم ممکنه خودش رو نشون بده. ببینید من چند تا چیز در واقع پوینت کلی در مورد مسائل روانشناختی داستان سریال میگم و بعد دونه دونه شخصیت‌ها رو ما با هم بررسی می‌کنیم. یه مسئله خیلی مهمی که ما توی این داستان می‌بینیم تنهایی انسان هاست. در این سریال تمام افراد تنها هستن. حالا چه از نظر اینی که خب زوج نیستن، چه از نظر اینی که به لحاظ اجتماعی تنها. یعنی از طرفی خب همه سینگل هم به قول معروف. همه یا مطلقن یا شوهرشون مرده یا زنشون مرده، به هر حال تنها. و این بحث تنهایی رو به شدت ما می‌بینیم، از اون ور به لحاظ اجتماعی هم تنها، یعنی دوست فامیلی ساپورتیو، یعنی خانواده ساپورتیو تو بین هیچ کدوم از اینا نیست. شما تو من اتفاقا این نکته رو می‌خواستم در مورد فیلم اریک هم بگم. تو فیلم اریک هم ما می‌بینیم اون بچه هیچ خانواده ساپورتیوی، عمه، خاله، دایی، عمو، مادر بزرگ، پدر بزرگ یا مادر پدر اون خانوم، فقط یه زنگ زنگ گریزاری می‌کنه، گوشی می‌ذارن، تموم شد. کسی دوروبر خانواده تو شرایط بحرانی نیست. این خانواده در یک بحران بسیار عمیقی قرار داره، حالا چون خانواده اریک، چه خانواده بهنام و ماهی، اینا دارن یک مرحله بحرانی رو پشت سر میگذرونن، ولی کسی نیست از اینا حمایت بکنه. حتی این رو از جامعه قایم میکنن، از خانواده قایم میکنن، پنهان میکنن. شما ببینید دو تا دوست درست حسابی، به قول معروف دوست درست حسابی منظورم که ساپورت بکنن، دوروبر آدم باشن، نیستن. یه تحقیق خیلی جالبی نشون داده که داشتن دوست خوب به دوام زندگی زناشویی خیلی کمک میکنه. داشتن خانواده ساپورتیو که در شرایط بحرانی در کنار آدم هست به دوام رابطه زناشویی خیلی کمک میکنه. و ما فقدان این رو در این خانواده و کلا در این فیلم میبینیم، نه اینکه این فیلم نگذاشته، این یک واقعیتی رو داره بیان میکنه. جامعه ما داره میره به سمت ایندیویدوالیسم، به سمت فردگرایی، افراد تنها دارن میشن. و تنهایی درسته که رفاه وجود داره، اتفاقا رفاه تنهایی میاره، البته اینا هم تو شرایط به قول معروف سختی از لحاظ اجتماعی، هم رفاه هم فقر، به نظر من هر دو تنهایی میاره. فقر از این جهت تنهایی میاره که آدما پول ندارن که مهمونی بدن، دیگران رو دعوت کنن، دور هم جمع بشن. بعضی داشتن رفاه هم بی‌نیازیه که فرد میگه من احتیاجی به کسی ندارم. ولی واقعیت اینه که هیچ چیزی جای اون رابطه و اون دلبستگی، اون همبستگی اجتماعی و ساپورت انسانی رو نمیگیره. این پس ما این رو در فضای کلی فیلم میبینیم. دومین نکتهی که ما میبینیم تلخی انسان هاست. شما اگر دقت بکنی روابط همه تلخه، حتی عشقشون هم با تلخی نشون میدن، محبتشون هم با تلخی نشون میدن. یه انتقاد خیلی شاید نمیدونم مهمی من دارم اینجا به جامعه، و اون این که این پدر ماهی وقتی که ماهی طلاق میگیره به خودش حق میده که دختر بالغش رو بزنه، سیلی بزنه تو دهنش. خب ما در فیلم برادران لیلا زمانی که لیلا با سیلی زد تو صورت پدرش، اعتراضات اجتماعی بلند شد، وا ویلا چی شد، پدرش رو زد فلان. ولی وقتی میبینیم که این پدر به خودش حق میده که با سیلی تو دهن دخترش میزنه، هیچ کدوم از این منتقدین و تحلیلگرها اینو اشاره نکردن، هیچ کدوم. یعنی من خیلی ها رو نگاه کردم که به چه حقی یه پدر به خودش اجازه میده که صرف عقاید کهنه خودش اگر رعایت نشه، هر چیزی، اصلا فکر کنیشون اشتباه کرده، به خودش حق میده سیلی بزنه تو صورت دختر. و بعدم دخترش هم بابا جون دستتون درد اومد زدین تو صورت من. یعنی در این حد یک دختر میتونه که خاکسار باشه، من نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت، تو گوش، ببخشید خانم دکتر، تو گوش دامادش هم میزنه، تو گوش بهنام هم زد. آفرین. ببینید یعنی شما ببینید هیچ کس اعتراض جامعه، برای من این جالبه که هیچ کدوم از این تحلیلایی که من نگاه کردم به اون پدر برادران لیلا اعتراض کرده بودن، ولی به این اعتراض نکرده بودن. آیا ما یک چنین چیزی رو طبیعی فرض میکنیم تو جامعه خودمون؟ آیا فرهنگ ما این رو میپذیره؟ آیا قبول داریم پدر بیولوژیک ما یا بیولوژیک ما حق داره هر کاری با ما بکنه؟ ببینیم به نظر من از یه طرف خب این یه واقعیتی رو عنوان کرده بود که به نظر من خود بیان زیاد این واقعیت ها به باز پر چه میگن انگار باز تولید میکنه، دقیقاً. خب بیان این و بعدم خیلی ساده از کنارش گذشتن و بعد میبینیم ماهی در مقابل خیلی
از موزه ضعف، از موزه پایین، از موزه اینه که خب بابا آخه تو به چه حقی به من سیلی میزنی؟ هیچ واکنشی نشون نمیده. تازه خیلی هم با روش، یعنی رفتارهایی که پدرش داره، رفتارهای تحقیرآمیز، رفتارهای تند، سرزنشگرانه، تنبیهگرانه، پرخاشگرانه که اصلا آدم حسابش نمیکنه. تو حرف نزن، تو حرف نزن، تو هیچی نگو، تو حالیت نیست، تو اگه میفهمیدی این کارو نمی... اصلا شما ببینید تمام مکالمات پدر و دختر با سرزنش و تحقیر و پرخاش و تنبیه گویانه است و از اون ور دختر بله بله چش چش بابا جون بابا جون. ببینید این رابطه طبیعی نیست. قرار نیست که یه دختری اگر پدرش باش اینجوری رفتار کرد بخواد اینجوری واکنش نشون بده. به نظر من این حالا حتی فکر میکنم الان دیگه جامعه ما هم به این شکل نیست، به این شدت نیست. این مثلا شاید مال دو تا نسل قبل باشه که اینجوریه، شاید هم باشه تا شاید تو بعضی از خانواده‌های سنتی باشه، ولی حداقل اعتراض جامعه رو من توی این ندیدم. بعد دیگه اینکه خب میگم خیلی کلام‌ها تلخه، آدم‌ها تلخن. ماهی میخواد حرف بزنه با تیکه حرف میزنه، اینو بهش میگن پرخاشگری پنهان، سارکاستیک حرف زدن، زخم زدن. چون ببینیم یک دو تا کلمه ساده رو نمیتونه بدون زخم زبان بگه. بهنام حرف میزنه با تیکه حرف میزنه، اون خانم میخواد حرف بزنه با گوشه و سرعی یا با گوشه و کنایه، بابایه که اصلا سر تا سر همه حرفاش اینجوریه. و بدترین نقشی رو که دادن به نقش به عمه دادن. باز من میخوام بگم که این باز تولید نقش عمه به عنوان یک موجود منفور. میدونین چی میگم؟ آخه عمه واقعا آیا موجود منفوریه؟ من خودم عمه، خب هم عمه هم خاله، هم اونایی که عمه اکثرا هم خاله هم خاله هم عمه. ولی بحث سر اینه که خب چرا عمه باید وقتی که میاد اونجا بگه که اگر آدم بچه نداشته باشه بهتر از اینه که بچه مریض داشته باشه؟ میدونین چی میگم؟ و بعد اون رفتارهای منفی، کلامهای منفی، تیکه‌های منفی که عمه در جایگاه عمه میزنه. ما توی چیز بهش میگیم تیپ سازی، یعنی شخصیت به وجود نمیاد، یه تیپ عمه. عمه تیپش اینجوریه که این کارا رو میکنه. در حالی که همینجوری که شما خودتون گفتید، من خودم یه عمه دارم که خیلی دوستش دارم، یعنی از خاله هم بیشتر دوست دارم، در حالی که حالا اینجوری چیز میشه که برعکس. هم فوق العاده مهربون بودن، خیلی خیلی عمه های مهربونی داشتن. و اصلا این تیپ عمه که بیا بعدم حالا غیر از حالا عمه، طرز حرف زدنش اینه که شما مرگ بچه رو بخوای بگی اگه نبود بهتر از این بود که مریض بود. خیلی خیلی تلخه این. و بعدم بیان با این آقا دعوا بکنن. ببینید توی این خانواده، میگم خانواده ساپورتیو رو ما نمیبینیم. خیلی از اوقات من خودم وقتی افراد میان برای مشاوره بهشون پیشنهاد میکنم، میگم که اگر شوهرت نمیاد برای مشاوره یا همسرت نمیاد، آیا یک فردی که دو نفر قبولش داشته باشیم، یه خاندایی، یه خانموی، یه عمه خانومی، یه خاله خانومی، یه فرد پخته و مچوری که شما بریم بشینیم باهاش حرف بزنیم، درد و دل بکنیم، بزرگتر باشه، بالغ باشه، بتونه شما رو راهنمایی کنه، آیا توی فامیل دارین یا ندارین؟ و بعضی وقتا اونا خیلی خوب میتونن کمک بکنن و راهنمایی بکنن. ما توی این جمع اصلا همچین کسی رو نمیبینیم و جای یک چنین افرادی توی خانواده خالیه. نه به این که بگم اشکال فیلمه، میخوام بگم که توی خیلی از خانواده ها اینجوریه و یک چنین افراد پختهی خیلی وقتا میتونن به دوام خانواده کمک بکنن. البته ببخشید خانم دکتر، ممکنه نقش منفی هم داشته باشم، یعنی تفکرشون، عقایدشون خیلی مثلا سنتی باشه، درک نکنن که این نسل مثلا جوون چه کار میخواد بکنه، یا اینی که این دوتا شخصیتی که بالاخره روشن فکرن، کتاب میخونن، هنرمندن، نقاشن، ممکنه براشون خیلی سخت باشه که بخوان برن مثلا حرف یه نفر تو فامیلشون که هم سنی ازش گذشته، همینی که مال یه دوران دیگه ایه، همینی که خیلی از اوقات همون کامپشنت داشتن، دلسوز بودن. یه فرد دلسوز، ببین مثلا اگه بابای ایشون یه فرد یه ذره دلسوزتر بود، اون دامادش رو میکشه که اون میگفت عزیزم چیه؟ چی شده؟ کاری من میتونم بکنم؟ میدونیم چی میگم؟ ما خب
دیدیم دیگه هستن انواع و اقسام. از اون پدره که این دختر به وجود اومده که چاقو میزنه آدم میخواد بکشه دیگه. دقیقاً. میخوام بگم که اگر که بزرگترها یکم به نقش خودشون تجدید نظر بکنن میتونن خیلی مثبت باشن. شما درست میگید که بله مثلا میتونن نقش منفی هم داشته باشن. ولی اگر یه ذره منصفانه تر نگاه بکنم و نگاه بکنم که خب به هر حال این مشکلی پیش اومده، ما بریم ببینیم واقعا چه کار میتونیم برای حل مشکل بکنیم، نه اینکه لشکر کشی کنیم. به محض اینکه این اتفاق افتاده آقا لشکر داماد لشکر عروس ما باید دخترمون رو نجات، یعنی حالت این مدلی، در حالی که میتونن نقش بهتری رو داشته باشن. یه نکته دیگه اینی که این یک رابطه معیوبی رو ما بین اعضای خانواده میبینیم که هی به صورت سایکل و به صورت تکراری دیده میشه. همون نقشی که من توی تحلیل قبلی هم گفتم، نقش قربانی، عذاب دهنده و نجات دهنده. یعنی افراد دائم توی این نقش دارن چرخ میخورن. مثلا همون پدر نقش یک نجات دهنده رو داره برای دخترش، ولی در این حال داره عذابش هم میده، در این حال خودش هم قربانیه. یعنی قربانیه شرایطی که مثلا فرض بگی بلایی که سرش اومده، دخترش اومده خونش برگشته، در این حال میخواد دخترش رو نجات بده، ولی به همزمان داره دختره رو هم عذابش میده. بهنام همینطور یه نقش سگانه‌ای رو داره بازی میکنه. از یه طرف خب با بی‌مسئولیتیش، با نمیدونم بی‌تعهدیش، یا اونی که خیلی کارو جدی نمیگیره، مسائل مالی داره ماهی رو عذاب میده. از طرف دیگه دلسوزی میکنه، حالش رو میپرسه، نگرانشه، باز ما میبینیم که نجات دهنده است. از این طرف دیگه خودش قربانی رفتارهای پرخاشگرانه ماهیه، یا ماهی باز میبینیم به همین شکل خودش قربانیه، از یه طرف میخواد زندگیشو نجات بده، از طرف دیگه عذاب دهنده است به خاطر اون کلام تلخ و اون میشه گزندهی که داره. و دیگه این که ما یه چیزی که باز توی این خانواده ها میبینیم، عدم وجود مرزهای سالم بین افراده. یعنی افراد چارچوب و جایگاه خودشون رو نمیشناسن. مثلا اون پدر جایگاه خودش رو نمیشناسه، دختر جایگاه خودش رو نمیشناسه، کلن آدم ها مچور نیستن، پخته نیستن، به لحاظ عاطفی هیچکس جایگاه، هیچکس سر جای خودش نیست. میدونین مثلا فرض بگیریم بهنام با اولین ملاقات با اون خانوم خیلی بهش نزدیک میشه، بدون اینکه چارچوبه ها رو تعریف کنن برای هم دیگه، بدون اینکه قبلا در مورد خیلی از مسائل با هم صحبت بکنن، اصلا مسئله عبور از مرحله طلاق رو پشت سر گذرونده باشن. ببینید روانشناسا میگن به ازای هر یک سال زندگی مشترکی که داشتین، چه به صورت ازدواج چه به صورت رابطه، باید یک ماه به خودتون فرصت ریکاوری یا شفا بخشی از اون تراما بدین، چون طلاق یه تراماست واقعا. خانم دکتر ببخشید تو صحبتتون، ولی واقعیت های جامعه اینجوری نیست. یعنی واقعیت جامعه همینجوریه که اینجا داره نشون میده. یعنی یه آقای خانمش میره، یه خانمی روبروشه و حالا بهش نزدیک میشه. یعنی یه مقداری من فکر میکنم که باید ببینیم که فیلمساز باید یه الگوی چیز ارائه بده و از واقعیت جامعه دور بشه، که هم بگن که بابا واقعیت جامعه اینه که این حالا مردا به خصوص توی جامعه مثل جامعه ما زن دارن و تازه میرن دنبال اینجور کارا. حالا این بیچاره که زنش هم جدا شده ازش، به خاص خود زنه هم جدا شده. نه. به نظر من اینا واقعیت جامعه میشه نقدش کرد. من نقد نمی کنم، من فیلمنامه رو نقد نمی کنم، من واقعیت ها رو دارم میگم. واقعیت هایی که داره اتفاق میفته که اتفاقا همین جوری که شما میگین هست. خب دلیل اینه که به نتیجه نمیرسه اینه که اینا جامپ میکنن، میپرن تو رابطه دو طرفشون. حالا اون خانمو نمیدونیم واقعا چه نقشه ای داره، چون حالا بعضیا میگن اون با یه طرح پلنی اومده جلو، ولی بدون اینکه اصلا مرزهاشون رو تعریف بکنن، رابطه رو تعریف بکنن، اصلا ایشون بپرسه تو چرا جدا شدی، من چرا جدا شدم، آیا این آدم. و اتفاقا چیزی که جالبه اینه که بهنام، حالا نمیخوام برگردم به شخصیت بهنام، ولی
آدمی که انتخاب میکنه درست برعکس خانم زن قبلیش، حالا بهش میرسیم. ولی منظورم حالا در کل میخوام بگم مردها که هیچی سر جاشه، عمه به خودش اجازه میده بیاد به داماد این حرفا رو بزنه، پدر بزرگ پدر به خودش اجازه میده تو گوش داماد بزنه، با دخترش اینجوری حرف بزنه، اونجوری حرف بزنه، توهین بکنه، بددهنی بکنه. اون آقای نقاش بهبودی به خودش اجازه میده بیاد خونه اینا تابلو رو دستش بگیره بخواد برده رو ببره. میدونید یعنی باز نمیخوام بگم که اینجا انتقادی به فیلم یا فیلمنامه نیست، فیلمنامه داره واقعیت ها رو میگه. من دارم بر اساس اون چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته بگم چرا این مشکلات به وجود اومده و مردم اگر دچار مشکل هستن به خاطر این مسائله، به خاطر اینی که چارچوب ها و مرزها در رابطه تعریف نشده. یه چیز دیگه که ما جالبه میبینیم اینه که یک سرگشتگی همه با همه دارن، یه جوری انگار همه گیجن تو این فیلم، به خصوص ماهی. یعنی میخوام بگم یه جور حالا در کل بگیم همه همونطور که اشاره کردم عدم بلوغ رو ما میبینیم توی افراد. اون بلوغی که باید در واقع بهش رسیده باشن که نشون بده که آدمای مچوری هستن و مناسب رابطن، اون رو درشون نمیبینیم. حالا چجوری؟ مثلا یکیش همین سرگشتگی در رابطه، نمیدونه تکلیفش تو رابطه چی، آقا بمونم برم، طلاق گرفتم درست طلاق گرفتم، اشتباه طلاق گرفتم، اصلا قبل از طلاق گرفتن آیا باید میرفتیم مشاوره، آیا باید بررسی میکنیم که این مشکلات میتونه حل بشه، قابل حل، قابل حل نیست، ناگهانی و به صورت خیلی ناپخته میرن و طلاق میگیرن. بهنام ناپخته است به خاطر اینکه وضعیت کارش مستقل نیست، نمیتونه خودش رو اداره بکنه. از اون ور رانندگی نمیتونه بکنه، یعنی به لحاظ شخصیتی یه آدم وابسته است. از اون ور به لحاظ عاطفی یه فرد ناپخته است به خاطر اینکه نمیتونه اون جایی که باید به لحاظ عاطفی دیگران رو حمایت بکنه حمایت بکنه. پدر ناپخته است به خاطر اینکه نمیدونه عشقش رو به دخترش که واقعا دوستش داره چجوری باید نشون بده. همش میگه شماها زودتر سر و سامون بگیرید بریم من راحت بشم. و عمه ناپخته است، همه اینجا میره، اون خانم ناپخته است. ما عدم بلوغ رو توی شخصیت‌های افراد می‌بینیم و این رو به خوبی این فیلم نشون میده. و یه چیز خیلی جالبی که هست اینه که همونطور که گفتیم آدما نقش بازی می‌کنن. هیچ کس خودش نیست. آدما آثنتیک، اینجا میگن آثنتیک. همه تو نقش‌های مختلفن. این برای اون نقش بازی می‌کنه. یه جا ناجی میشه، یه جا قربانی میشه، یه جا فلان میشه. آبرو، مرتب آبرو. به خاطر آبرو، به خاطر ماسکی که زدن روی صورتشون دائم باید خودشون نباشن. و جالبه که یکی از راه‌های بیرون اومدن از این گیم‌ها و بازی‌های روانی کامیونیکیشن و ارتباطه، گفتگوه. ما بین افراد کمتر می‌بینیم که آدما با هم بشینن دوستانه مسائلشون رو مطرح بکنن و گفتگو بکنن، گفتگوی صادقانه و بدون دعوا. به محض اینکه شروع میکنن به گفتگو کردن، دعوا و دلخوری و بهش بر میخوره و جیغ میزنه و صحنه رو ترک میکنه، ما اینها رو میبینیم. اصلا خانم دکتر ببخشید، به نظر من آدمایی که میتونن با هم حرف بزنن و مسائلشون رو حل کنن هیچ وقت به این چیزا تبدیل نمیشن. این مرحله اینکه مشکل اصلی آدمایی که نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن، یا عصبی میشن یا به دلیل اینم نمیتونن با هم حرف بزنن، همونجوری که شما به روشنی گفتید تیکه میندازن به هم، حرف نمیزنن، تو هر حرفشون 6 تا تیکه. خب طرف عصبانی میشه، شروع میکنه اون تیکه انداختن، بعد دوتایی کارشون به دعوا میکشه و بعد زندگیشون نابود میشه، از هم میپاشه، اون میره دنبال یکی دیگه، این میره دنبال یکی دیگه، یه اتفاقای دیگه ای میفته تو زندگیشون، چون نمیتونن مثل دوتا آدم بالغ بالغاشون با هم حرف بزنن. یا کودکش با والد اون حرف میزنه، به قول این تئوری چیز نمیان بالغ با بالغ بشینن صحبت کنن. دقیقا ببینی همون گیم روانی همینه، بازی های روانی همینه که تو حرفتو درست حسابی نمیزنی، رک و محترمانه. وقتی میگیم رک، نه اینکه بری تو دل طرف هرچی دل بخواد، دوستانه، حرفتو صادقانه بزنی. بنابراین شروع میکنن در قالب تیکه انداختن. تیکه انداختن همون گیم های روانی، بازی های روانیه و اتفاقا مانع صمیمیته. یعنی بازی های روانی مانع از این میشه که آدما به هم نزدیک بشن.
چون همیشه یه حائله، یه دیواری که همون نوع حرف زدنشون، ماسکی که زدن، حرفای تیکه‌هایی که به هم میپرونن، اون مانع از این میشه که آدم‌ها به هم نزدیک بشن. و راه حلش فقط گفتگوی صادقانه و بالغانه است، همونطور که شما اشاره کردید. حالا میایم سر شخصیت‌ها. ما شخصیت ماهی رو، یه شخصیت ما میگیم پرنتال چایلد، این شخصیت یعنی فرزند ولیگونه. ماهی کسیه که مادرش رو در کودکی از دست داده و مجبور شده که جایگزین مادر باشه توی خونه، و زودتر از اینه که به لحاظ شخصیتی و در واقع سنی به بلوغ برسه، نقش یک آدم بزرگ رو بازی کرده. وقتی که فرد این نقش رو به عهده میگیره، نیازهای خودش رو مجبوره که زیر پا بذاره، مجبور خودش رو فراموش بکنه. این زیر پا گذاشتن نیازها باعث میشه که یک خشم درونی رو با خودش تجربه میکنه. در این حال به خاطر فشاری که بهش میاد، مجبوره که شرایط رو کنترل بکنه، همه چیز رو فیکس بکنه، هر چیزی سر جاش باشه. یه چنین فردی، یه آدمیه که احساس ناامنی میکنه و برای اینه که امنیت خودش رو تامین بکنه، همه چیز رو باید در اختیار بگیره. و اصرار ایشون برای اینکه به لحاظ مالی به یه ثباتی برسن، نمیدونم، یه سری تو دو لیست دارن اینجور آدما. یعنی شروع میکنن مثلا ازدواج کنم، بچه دار شم، خونه بخرم، ماشین بخرم، همینجور تون 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 تون. من تو خانوما خیلی میبینم اینو که میان برای مشاوره، مثلا میگه آقا، میگه یه تو دو لیست داره، میگه سال اول باید این کارو کنی، سال دوم بچه اول، سال چهارم بچه دوم، بعد باید خونه بخری، بعد خونه رو عوض کنی، بعد دیگه ببین من دارم له میشم، ولی این میخواد تو دو لیستشو بره جلو. که این تو دو لیست داشتن در واقع ناشی از احساس ناامنی در خانم ها به خصوص بیشتر هست. و در افرادی که ما میگیم پرنتال چایلد هستن، این بیشتر دیده میشه که میخوان فیکس بکنن. بنابراین ما میبینیم که بهنام رو میخواد فیکس بکنه. بهنام رو برمیداره، میبره دور از شهر، اونجا توی شرایط مالی خیلی سخت، تو خونه‌ای که دور از شهره، باید کامیوت بکنه بره و بیاد، و فقط هدفش اینه که این خونه مثلا پولش پرداخت بشه، قسطش پرداخت بشه و اینا خونه داشته باشه. ماهی رو ما میبینیم که میخواد بچهش رو فیکس بکنه. شما ببینید این برچسب ADHD که به این بچه زدن، که بارها و بارها میگن این بچه مریضه. ببینید اصلا ADHD بیماری به اون شکلی که میگن نیست. این حالا دیگه سر زبون آدم ها افتاده، به هر کی که فکر میکنن متفاوته میگن ADHD داره، خودشون هم راحت میکنن. این بچه ها هم شروع میکنن خودشون به خودشون لیبل ADHD زدن و بعد اونا هم خودشون رو راحت میکنن. خب چون یه سری مسئولیت ها رو میگن آقا کی بود کی بود، من نبودم، ADHD بود، من که نیستم که ADHDمه. خب و بعد بستن بچه 10 ساله به دارو، این چیزیه که الان تو ایران خیلی مد شده. ببینید علائمه، آقای دکتر گابر متن میگه ADHD یه سری علائمه بیشتر از اینه که یک بیماری باشه. این علائم علتهای خیلی زیادی میتونه داشته باشه. یکی از علتهای اصلیش عدم کانکشن و عدم ارتباط سالم با والدینه، با پرنسه. اضطراب بالای بچه است، تراما و ضربه های روحیه که بچه تحمل میکنه. خب شما ببینید وضعیتی که بچه درش رشد میکنه، اون تنشی که دون خونه هست، طبیعیه که این علائم رو از خودش نشون بده. و بعد مرتب سرکوف زدن که این بچه مریضه و داروشو دادی داروش، یعنی به خاطر اینی که ماهی میخواد فیکس بکنه، میخواد از راههای میانبر برای رسیدن به اهدافش استفاده بکنه. و از طرف دیگه بیکفایتی خودش رو به عنوان یک مادر و این خانواده رو میخواد سرپوش بذاره با بیماری بچه. از طرف دیگه احساس میشه که خود بهنام همین علائم رو داره. یعنی بهنام هم کسیه که فراموش میکنه، کنده، حواس پرته، احساساتش رو نمیتونه بروز بده. یعنی علائم، حالا اون چیزی که اسمش رو میذارن ADHD در بهنام هم هست. به خاطر همینه که بهنام براش خیلی عادیه که بچه رفتارش اینه. ولی هر دوی اینها نیاز به کمک دارن، نه نیاز لزوماً به دارو. نیاز دارن که علت این وضعیتشون شناسایی بشه و درست درمان بشه. میگم اینجور که شما دارید میگید، در واقع دارید تعریف میکنید از فیلم که در یه مسیر درست روانشناسانه پیش رفته، یعنی شخصیت دختر رو جوری نشون داده که از یه جوری از پدرش بهش یه سری علائم اینجوری رسیده،
شخصیت به اصطلاح بهنام رو نشون میده که چجوری به پسرش رسیده. این دوتا شخصیت ضد همن، یکی میخواد خیلی فیکس کار کنه، یکی میخواد فیکسش کنه. آره، یکی میخواد فیکسش کنه. آره، به این خاطر این یعنی فیلم نامه از این نظرها درسته، یعنی شخصیت ها رو تونسته درست دراره. همدیگر رو این دوتا شخصیت همدیگر رو اصطلاحا ما میگیم اداپت کردن. آره اداپت کردن. بعد یه جایی یکیشون میزنه زیر ماجرا، میگه که میخواد حتی بعد از اینم که جدا شدن باز میخواد اداپتیشنش رو ادامه بده و باز مراقب بهنام باشه و حالا از راه دور، کنترل از راه دور میخواد مراقبش باشه. میفرمایید ببخشید. ما یه چیزی رو داریم توی روانشناسی رابطه که میگیم جمع افراد متضاد همدیگر رو جذب میکنن ولی لزوماً با هم نمیمونن. خب و یه اصطلاح دیگه هم داریم توی همون نظریه اریک برن که شما صحبت رو کردین به نام آنتی اسکریپت یا ضد نمایش نامه. خب این دوتا تقریبا مفهوم شبیه هم. ماهی با یه پدر کنترلی، پرخاشگر، قدرتمند روبروه که کنترلش میکنه و اینم همونا در واقع گرفته از پدرش و اونجوری زندگی رو اداره میکنه. این برخلاف شخصیت پدرش دنبال یک آدم میگرده که هیچی براش مهم نیست، آسون میگیره، راحت، سخت کار نمیکنه. میدونید درست یه چیزی متضاد اون چیزی که پدرش بود. و از اون ور احتمالاً بهنام یه خانواده‌ای داشته که هیچ باندری و مرز و کنترل و دیسیپلین و هیچی توش نبوده به احتمال زیاد و دنبال یکی میگشته که فیکسش بکنه، وابسته است، میخواد یکی جمع و جورش بکنه. اینا با این خصوصیات به هم جذب شدن، عاشق هم شدن. ولی وقتی زمانی که وارد رابطه میشن این افراد برمیگردن به خود اصلیشون. اون میخواد همون خودش باشه، نمیخواد کسی اینقدر کنترلش بکنه. اونم نمیخواد کسی رو بخواد اینقدر جمع و جور بکنه، خسته میشه که بخواد اینقدر انرژی بذاره. یعنی در واقع افراد برمیگردن به شخصیت‌های اصلیشون که هستن. درسته، ببینیم آدما دنبال سایه‌های خودشون میگردن و اتفاقا جذب سایه‌های خودشون میشن. بهنام جذب سایه خودش که میخواد یه آدم قدرتمند، یه آدمی که میتونه همه چیزو فیکس بکنه، اداره بکنه، دترماین باشه، تکلیفش با خودش روشن باشه. توی بعضی زمینه‌ها، تو بعضی زمینه‌ها نیست که جذب ماهی میشه. ولی بعداً وقتی که وارد اون رابطه میشه میبینه که نمیتونه با این جنبه خودش که نداره در واقع، چون نداشته جذب اون شده و همچنین ماهی، بعد میبینه با این جنبه نمیتونه کنار بیاد. بنابراین شروع میکنن دفع کردن همدیگه، همدیگر رو پس زدن و به جای اینکه بیان بشینن و با هم همونطور که گفتیم کامیونیکیت کنن، صحبت بکنن که چجوری میتونن این مسئله رو به تعادل برسونن. ما میگیم 50 قدم این 50 قدم اون، بیان این وسط وایسن. آقا نه اونی که من میگم، نه اونی که 100% تو میگی، ولی اونی که هر دوی ما میگیم. حالا این کانفلیکت رزولوشن یا حل تعارض بهش میگن. بعد نکته دیگه، من دکتر موافق هستید که اگر که صحبت های شما ادامه داره، چون به نظر میرسه ادامه داره، میخواین اینا در برنامه رو در دو قسمت ارائه بدیم به بینندگانمون که خسته نشن، یعنی گوش بدن تا آخرش. من میترسم که خسته بشن. اگه موافق هستید پس الان این برنامه رو تمامش میکنیم. حالا میخواید شما یه جمع‌بندی مختصر تا اینجا رو داشته باشید، بعد در برنامه بعد کاملتر توضیح، یعنی بقیه صحبتاتون رو میکنیم. حتما. ما اینجا بحث مسائل روانشناختی کل اعضای خانواده و مجموعه فیلم رو در نظر گرفتیم و بحث کردیم و شخصیت ماهی، شخصیت بهنام مونده، مسائل علت طلاق که بسیار خوب بهش اشاره شد. خیلی این نکته برای من جالب بود که دو تا عامل طلاق که بسیار مهمه و واقعی هم هست، مسائل مالی و مسائل جنسی و سکشوال، این دوتا رو به صورت خیلی جالب و غیر منتظره بهش پرداخته شد. اینها رو در واقع ما جلسه بعد فکر میکنم.
خب خیلی متشکرم. من دکتر از حضورتون. دوستان عزیز پس منتظر باشید که بلافاصله در روزهای آینده ما بخش دوم این گفتگو رو خدمتتون ارائه بدیم. من جا داره از خانم دکتر تشکر کنم، کارتشون هم میذارم مثل برنامه قبل که ببینید. و منم از شما تشکر میکنم، همه عزیزان رو به خدا میسپارم. تا برنامه بعد ما این بحث رو تکمیل میکنیم. این آقای پیش مای خانم فامیلشه؟ نه آقا، فکر کنم مای خانم منو دید ناراحت شد. بشه